سازمان از یک سهم مناسبی از اون موفقیت برخوردار بشه. به این جهت باید ما معیارها و شاخصها که اشاره دارن به درست انجام شدن کارها، یعنی کارایی و انجام شدن کارهای درست اثر بخشی سازمان توجه داشته باشن. معیارها و شاخصهایی که تعریف میکنیم بهتره که حتی الامکان کمی باشن، یعنی با اعداد و ارقام قابل بیان شدن باشن. معیارها با مشاهدات عینی تایید بشن، نه اینکه بازتاب نقشهای ذهنی افراد باشن. معیارها و شاخصهایی که تعریف میکنیم هم گذشته سازمان رو منعکس کنند و هم به آینده اون توجه داشته باشن. از دیگر ویژگی ها میشه به فرایند گرایی اشاره کرد. در بحث ارزیابی فرایند نگری، یعنی اینکه به جای اینکه بیایم فقط سنجش خروجی ها و ستانده های یک فرایند رو داشته باشیم، بر روی کل فرایند تمرکز و در واقع ارزیابی داشته باشیم، از الزامات اساسی یک نظام ارزیابی کاربردی و جامع هست. با ارزیابی فرایند میشه به یادگیری سازمان و پرهیز از تکرار خطاها مطمئن شد. اگه اینطور نباشه، هیچ وقت نمیتونیم از روشی که صرفاً بر خروجی یا ستانده تاکید میکنه، بهبودی مستمر و پایدار برای سازمان انتظار داشته باشیم. یه ویژگی دیگه برای یک نظام ارزیابی کاربردی و جامع، ارتباط منطقی و ساختارهای معیارها با یکدیگره. شاخصها و معیارها باید قادر باشند تا دلایل ضعف در هر بخش از سازمان رو به نفع منسجم و یکپارچه‌ای بازگو بکنند. به این منظور باید یک ساختار علت و معلولی در اون معیارها و شاخصها در ارتباط منطقی با هم توضیح داده بشن. پس ما نیازمند یک ساختار علت و معلولی برای اینکه بتونیم ضعف‌های هر بخش از سازمان رو توجیه بکنیم، شناسایی بکنیم و اونا رو رفع بکنیم نیاز داریم. توجه به استمرار بهبود و سرآمدی از دیگر ویژگی‌های یک نظام ارزیابی کاربردی و جامعه. در بین ابزارهای موجود، الگوهای تالی بر اجرای TQM تاکید دارند و هدفشون تحقق بهبود مستمر در سازمان هست. هدف از طرح الگوهای تالی دستیابی به یک نظام یک پارچه و کلی و فراگیر برای تحقق TQM است، که البته به فراخور هر معیار و شاخص ابزارهایی برای هر بخشی که اون ابزارها باید توشون پیاده سازی بشه به کار گرفته میشن و از اونها استفاده میشه. از جمله این ابزارها میتونیم به SPC اشاره بکنیم، Statistical Process Control یا کنترل آماری فرایندها که استفاده از ابزارهای آماری هست، HACCP، Six Sigma، BSC و ISO از جمله ابزارهایی هستند که برای تحقق TQM یا Total Quality Management، مدیریت جامعه کیفیت، در یک الگوی تالی مورد استفاده قرار می گیرند. آنچه که در قالب الگوی تالی سازمانی عرضه میشه، عملاً نتایج تجربیات شرکت‌های ممتاز اروپاییه که در قالب یک نظام هوشمند، روشمند و مستمر ارائه شده. پس اون چیزی که ما داریم در قالب FQM ارائه میدیم، حاصل تجربیات سازمان‌های موفق و ممتاز اروپایی هست که به عنوان یک الگو داریم اینا رو ارائه میدیم، یک الگوی یک پارچه و کلی. اجازه بدیم با مفهوم تالی بیشتر آشنا بشیم. تالی تحت عنوان عملکرد برجسته مدیریت یک سازمان که به دستیابی نتایج درخشان منتهی میشه و از مفاهیم بنیادی مدیریت نشأت گرفته باشه اطلاق میشه. بحث مفاهیم بنیادین کیفیت رو ما مدام مطرح کردیم. نتیجه گرایی یکی از این مفاهیم‌های بنیادی هست. از دیگر مفاهیم میتونیم به تمرکز بر مشتری، راهبری و ثبات در هدف، مدیریت بر مبنای فرایندها و واقعیت‌های موجود، مشارکت فعال کارکنان در مسیر بهبود، تفکر اصلاحی و نوآورانه مستمر، مسئولیت اجتماعی و حفظ و توسعه رابطه سودمند دو جانبه با شرکای تجاری نام ببریم. پس اینجا ما مفاهیم بنیادی کیفیت رو به طور خلاصه معرفی کردیم. اجازه بدین یکی یکی اینا رو بررسی بکنیم. اولین مفهومی که معرفی شد بحث نتیجه گرایی بود. تالی سازمان نتیجه توازن منطقی و هدفدار در پاسخگویی به نیاز تمامی ذینفعان سازمانه. بحث
نعم